بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر امام عزیز رهبر کبیر انقلاب اسلامی و سلام بر شما بینندگان و سلام بر رزمندگان عزیز جبهه های حق علیه باطل. به دنباله خاطراتی که حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورای عالی دفاع در برنامه قبل فرمودند، به قسمت دوم این خاطرات توجه میکنیم. طوری که تو ذهنم هست، اون زمانی که سوسنگرد رو محاصره کرده بودند و خدا درجاتش رو بیفزاید، چه چمران اون قهرمانانی ها رو کرد، همون موقع شما به سوسنگرد تشریف بردین. اگر خاطره از اون روزها و اون التهابات تو ذهنتون هست برامون بفرمایید. البته سوسنگرد دو بار محاصره شد و یک شهر مقاوم و آسیب دیده است، حقا و انصافا شهر سوسنگرد. دفعه اول که اونجا محاصره شد، آمدند بعد از آنکه مدتی بود نزدیک آمده بودند عراقی ها، توانستند وارد سوسنگرد بشن و نیروهای ما رو از داخل شهر عقب بزنن و شاید هم دفعه دوم بود خیال میکنم، و حتی فرماندار معین کنن برای سوسنگرد. عراقی ها فرماندار هم معین کردن. یه چنین خاطره ای بود. متابعت نیروهای ما رفتند و عراقی ها رو عقب زدند و فرار کردن. اونا دفعه بعد که شاید آخرین دفعه بود، سوسنگرد محاصره شد. البته اینم بگم که من در فاصله این چند بار، یکی دو بار سوسنگرد رفتم. سوسنگرد رفتیم، نماز جماعت خوندیم، سخنرانی من کردم. یه بارش مرحوم شهید مدنی هم با ما بود، از جمله کسانی که تو اون سفر با ما بودن ایشون بودن. گمان میکنم آقای موسوی اردبیلی یه سفر با ما بودن، احتمال میدم. و خاطرات خیلی خوبی داشتیم در اون جریان در سوسنگرد. و اونجا حوصه میکردن عرب ها، دور ما جمع بودن حوصه میکردن. یک خانم عرب بود که خودش و همسرش، که همسرش هم نابینا بود، اون چنان شجاعانه حوصه میکردن که من اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم. یه خانم مسنی بود، شاید در حدود بین 40 و 50 سال، ولی شجاع و حقا مردوار. و معروف بود که ایشون با یک چوب دست چند تا از سربازان مهاجم عراقی رو انداخته. یه چنین خانم شجاعی بود و از اون قبیل. و همسرش هم بود که همسرش هم یه مرد نابینایی بود، اون هم خیلی شجاع بود، عجیب بود. من خلاصه خاطرات خیلی خوبی از سوسنگرد دارم، از رفت آمد هم به سوسنگرد که الان یادم نیست و مناسب با این قضیه هم که شما میگید نیست. این قضیه فتح سوسنگرد به این ترتیب بود که مدتی بود عراقی ها سوسنگرد رو به تدریج محاصره میکردن. ما تا سوسنگرد رفته بودیم، سوسنگرد رو گرفته بودیم، اما یه خورده اون طرفتر سوسنگرد که محور سوسنگرد بستان باشه دست عراقی ها بود. البته اول عراقی ها عقب نشینی کردن، لکن بعد مجددا آمدن تا نزدیک سوسنگرد یه نیم دایره در قسمت شمالی سوسنگرد، تقریبا شمال و شمال غرب زدن، که این از طرف بستان محاصره کردن. تدریجا از طرف جنوب هم از قسمت دوبهردان، یعنی غرب اهواز، که نیروهایی که اونجا بودن تدریجا کشتن طرف شمال، خودشون به کرخه کور نزدیک کردن. از کرخه کور عبور کردن و آمدن محور حمیدیه سوسنگرد رو قطع کردند. حمیدیه غیر از حمیده، این حمیدیه بین اهواز و سوسنگرد یک شهریست که خیلی هم مورد تهاجم سخت عراقی‌ها قرار گرفته. اونجا مردمان عزیز و شجاعی داره، من اونجا هم چندی مرتبه رفت آمد کردم. یعنی در حقیقت یک نیم دایره از شمال، یک نیم دایره از جنوب، سوسنگرد محاصره شد. یک راه فقط به داخل سوسنگرد ما داشتیم، به اون راه کرخه بود که از داخل کرخه نیروهایی میتونستن برن داخل. تدریجا همین راه هم مورد محاصره قرار گرفت، زیر آتش قرار گرفت و چند تا قایق ما که می رفتن برن طرف سوسنگرد توی کرخه غرق شدن.
حالا داخل سوسنگرد کیه؟ داخل سوسنگرد ما متاسفانه هیچ کس نداشتیم تقریبا، اما نیروهای مردم که نبودن، مردم که تخلیه کرده بودن آمد بودن بیرون و حق هم داشتن، ما خودمون گفته بودیم تخلیه کنید. نیروهای سپاه و ارتش بودن خیلی کم. اخیرا ما رفته بودیم یک سرگرد نیرو هوایی رو، سرگرد فرتاش، نمیدونم حالا ایشون کجاست، ایشون رو گذاشته بودیم فرمانده نیروهای مستقر در سوسنگرد، یعنی هم ارتش هم سپاه هم این نیروهای غیر نامنظم که در ستاد ما بود که زیر فرماندهی مرحوم شهید کامران بود، همه اینها زیر فرماندهی سرگرد فرتاش بودن. بنا شد که ایشون اونجا باشه و یه مش بچه های نیروی هوایی، افسرهای نیروی هوایی با میل و رغبت خودشون داوطلب شده بودن و اونجا استخدام شده رفته بودن، اونجا مشغول جنگ بودن، ده دوازده تا بودن، ده پونزده تا بودن که یکیشون هم شهید شد در همین حادثه در سوسنگرد، شهید شد. مدافعین شهر سوسنگرد همین عده قلیل بودن، یه مش بچه های سپاه پس بودن خیلی کم، یه مقدار بچه های جنگ های نامنظم بودن، یه دم ارتشی ها بودن که عبارت بودن همین برادرای نیروی هوایی، و یادم نیست که از نیروی زمینی کسی اونجا بود و گمانم نبود، احتمال میدم که نبود. حالا شاید از ژاندارمری و شهربانی هم تعداد خیلی کم و معدودی اونجا بودن، همه نیروهای ما اونجا من نمیدونم مثلا به 200 نفر میرسید یا نمیرسید و گمان نمیکنم که میرسید. یک چنین وضعیت محدودی ما داشتیم، اینا شهر رو نگه داشته بودن. ما هم یقین داشتیم که اگر عراقی‌ها سوسنگرد بگیرن همه این بچه ها قتل عام خواهند شد، مطمئن بودیم. عصری بود روز 23 این دقیق یادمه، علت همین است که این خاطره رو من دو سه روز بعد از این حادثه آمدم نشستم کنار و نوشتم اول تا آخر و نوشتش الان توی دفترم تقویمم هست. عرض کنم که شاید روز 7-8 آبان اینو من نوشتم، این مال روز 23 آبانه، 23-8 23-8-59 یعنی که مصادف بود با محرم، دهه محرم، روزهای دهه محرم بود. روز 23 آبان روز جمعه بود، ما در تهران جلسه شورای عالی دفاع داشتیم. قبل از آنی که من برم جلسه، تلفنی از ستاد ما سرهنگ سلیمی با من تماس گرفت. سرهنگ سلیمی، آقای سرهنگ سلیمی که اخیراً وزیر دفاع بود، ایشون رئیس ستاد و اون ستاد جنگ های نامنظم بود، یعنی فرمانده مرحوم شهید کامران بود، ایشون رئیس ستاد بود در اونجا و خب آدم خیلی کارآمد و خوبی هم بود و به درد میخورد و در عملیات هم شرکت میکرد. ایشون تلفن کرد به من با اضطراب که سوسنگرد به شدت زیر فشاره و آتش فراوانی هست، بچه ها استمداد میکنن و یک کاری هم قرار بود قبلا انجام بگیره انجام نگرفته. اون کارم این بود که ما نشسته بودیم با لشکر 92 و اون سرهنگی که فرمانده اون لشکر بود، بله، توافق کرده بودیم که یک حرکتی انجام بگیره، برن به کمک این بچه ها. هیچ مقدماتی برام بود فراهم بشه برام نشده بود و ایشون ناراحت بود که سخت تحت فشار، زیر فشار هستن بچه ها و یه فکری بکنید. اندکی بعدش جلسه شروع دفاع تشکیل میشد، خب ما گفتیم که تو جلسه مطرح میکنیم، تشکیل شد. بنی صدر دیر آمد، یه نیم ساعت سرابی یا یک ساعتی دیر آمد. وقتی که وارد جلسه شد اطلاع پیدا کردیم که ایشون هم تو اتاق دیگری با فرماندهان نظامی قضیه سوسنگرد رو داشتن رسیدگی میکردن. خب پس فهمیدیم که بنی صدر از جریان با اطلاعه. ما تاکید کردیم که زودتر به داد این بچه‌ها برسید و من میدونستم که چه بچه‌های خوبی هم هستن. بعد نیست اینم من اینجا بگم به شما که بچه های ما در سوسنگرد خب راه رفت آمد که نداشتن، آذوقه هم بهشون نرسیده بود. یه روز به ما خبر دادن تلفنی، تلفن خوشبختانه وصل بود بین سوسنگرد و اهواز، تلفنی به ما خبر دادن که ما اینجا آذوقه هیچی نداریم، اما سوپرمارکت های خود شهر که مال مردم هست و مردم درش بسنه رفتن چیزایی داره و ما بعضی ها میگن که از اینا بریم استفاده کنیم، از گرسنگی نجات پیدا کنیم، لکن ما حاضر نیستیم، میگیم که مال مردم و راضی نیستن. من دیدم واقعا اینا فرشتن، اصلا اینا بشر نمیشه به اینا گفت. سوپرمارکتی که صاحبش گذاشته از شهر فرار کرده، الان مگر بفهمه که این مثلا جناب سروان نیروی هوایی که داره دفاع میکنه از شهرش و از خانش میخواد از او استفاده کنه، با کمال میل حاضر بره خودش تو سینی هم بذاره جلوشون بگذاره. و این جوان، جوانهای به این خوبی و این جوانهای پاک و فرشته صفت واقعا حاضر نبودن از این استفاده، از ما اجازه خواستن.
ما گفتیم برید باز کنید هر چی گیرتون میاد بخورید و هیچ اشکالی نداره و بهشون اجازه دادیم. بعد از یه چنین جوانایی بودن. من مطرح کردم توی جلسه شورای دفاع که اگر شهر رو بگیرن این بچه‌ها شهید خواهند شد و خسارت شهادت این بچه‌ها از خسارت از دست دادن شهر بیشتره، برای خاطر که شهر رو ما دوباره خواهیم گرفت اما بچه‌ها رو دیگه به دست نمیاریم و یه فکری بکنید. بعد این صد گفت من دنبال این قضیه هستم و میرم دنبالش رو، نگران نباشید. بعدم زودتر جلسه رو تمام کردیم که ایشون بره دنبال این کار. من دیگه خاطرم جمع شد، این روز جمعه بود. روز شنبهش من موندم، معمولا من صبح شنبه میرفتم جمعه میومدم برای نماز و یا عصر جمعه یا صبح شنبه معمولا برمیگشتم. اون شنبه کار داشتم چطور بود موندم اینجا. صبح یک شنبه رفتم اهواز. به مجردی که وارد اهواز شدم رفتم تو اون ستاد خودمون، از آشفتگی و کلافگی سرهنگ سلیمی و این بچه‌ای که اونجا بودن فهمیدم که هیچ کار نشده. پرسیدیم گفتن بله هیچ کار نشده. خیلی من اوقاتم تلخ شد. گفتم که پس بریم یه کاری بکنیم. در این بین بنی صدر از دزفول، او هم دزفول بود، تلفن زد به من و یعنی شاید من تلفن زدم یادم نیست. به نظرم من تلفن زدم. گفتم که یه چنین وضعی است، اینا هیچ کار نکردن و یه دستوری بده تو. او به من گفتش که خوبه شما برید لشکر، ستاد لشکر یه نوازشی از این مسئولین اون لشکر بکنی و مثلا تشویقشون بکنی، منم دستور میدم که مشغول بشن کار انجام بدن. گفتیم باش. آمدیم ستاد لشکر. عصری بود، البته قبلا مرحوم چمران و آقای قرزی، آقای قرزی استاندار خوزستان بود، البته صورتاً استاندار بود باطناً نظامی بود، چون تمام در کارهای نظامی بود، اصلا مرکز استانداری هم شده بود یه ستاد عملیات و به طور فعالی در کارهای جنگ شرکت میکرد. البته اهواز، شهر اهواز هم اون وقت مسئله ای نداشت که واقعا یه استاندار و فرمانداری خیلی فعالی بخواد، لیکن به کارهای خوزستان هم دیگه ایشون به نظرم اون وقتا نمیرسید، اصلا تمام وقتش صرف جنگ میشد. مرحوم شهید چمران و آقای قرزی و عرض کنم که یکی دیگه از برادرها که در مثلا کی بود رفته بودن منطقه رو از نزدیک بازدیدی بکنن. ما رفتیم ستاد عملیات جنگ، ستاد لشکر، لشکر 92. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود که اینها برگشتن. البته شهید چمران رفته بود ستاد خودمون، اینجا نیومده بود، اما آقای قرزی و عرض کنم که بعضی از فرماندهان نظامی و اینها بودن. ما نشستیم و بعد از مباحثات و تبادل نظرهای زیاد یک طرحی، به یک طرحی رسیدیم متفقا. با اون طرح این بود، چون میدونید مشکل عمده اون روز ما نیرو بود، ما اصلا نیرو نداشتیم، نیروهامون لشکرهامون محدود و همونی هم بود به قول ارتشی ها منها بود، یعنی کم داشت، کم داشتیم، یعنی تیپ منها، گردان منها، یعنی از اون استعداد سازمانیش کمتر داشت، هم تجهیزات کمتر داشت هم نفر کمتر داشت و تجهیزات رو میشد فراهم کرد، نفر رو نمیشد فراهم کرد. لذا عمده مشکل تر این بود که نیرو از کجا پیدا کنیم. اونجا نشستیم و بعد از بحث زیادی که یک کلمه این گفت یک کلمه اون گفت، بالاخره بعد از 2-3 ساعت به این نتیجه رسیدیم که یک گروه رزمی بود به نام گروه رزمی 148 گمانم مال لشکر خراسان بود. گروه رزمی یه چیزی بین گردان و تیپ، یعنی یک گردان تقویت شده بزرگی که نزدیک یک تیپ هست بهش میگن گروه رزمی. یک گروه رزمی بود که در اون بلندی های فولیاباد مستقر بود که مشرف بر شهر اهوازه و نقطه خیلی مهم و استراتژیک بود از نظر ما که اونجا رو سعی داشتیم که به هر قیمتی از نگه داریم. و گفتیم این گروه بیاد با یک گروهان از تیپ 3 لشکر 92. تیپ 3 هم مستقر بود در همین منطقه بین اهواز و سوسنگرد، یعنی محل استقرارش عبارت بود از همون کوه نزدیک کوه الله اکبر و پادگان حمیدیه و نه همین پادگانی که در حمیدیه هست که مال دشت آزادگان، پادگان دشت آزادگان که مال همون حمیدیه است و اینها. خب این لشکر که خودش اونجا موازی داشت و خطوطی داشت که اونا رو جایز نبود رها کنه، اما یک گروه ها نمیتونست رها کنه. اون گروهان بیاد با این گروه 148 لشکر
خراسان که اونجا مأموریت آمده بود، اینا بیان جاده محور حمیدیه سوسنگیر رو تا خط تماس طی کنند، اونجا مستقر میشن. بعد تیپ دوی لشکر 92 که در اهواز قبلا بود، در دسفول قبلا بود و حالا مأمور شده بود به اهواز، این از خط عبور کنه، یعنی بیاد از لابلا اینا بره و حمله کنه. بنابراین ما نیروی تکیورمون، یعنی نیروی حمله ورمون، یک تیپ فقط بود و اون تیپ دوی لشکر 92 بود که در دسفول مستقر بود و بسیار تیپ خوبی بود و فرمانده خیلی خوبی داشت که خدا حفظش کنه، نمیدونم کجاست الان، و فرمانده بود که معروف به شجاعت بود، منم دیده بودمش، مرد شجاع و علاقمند و ایثارگری بود. و این بیاد و بره حمله رو این تیپ انجام بده. البته نیروهای سپاه هم بودن، نیروهای نامنظم ما هم که مال ستاد شهید چمران بود، اونها هم بودن. نیروهای سپاه رو ما صحبت کردیم که برن به خورد نیروهای ارتش. اون وقت فرمانده سپاه در اونجا یک جوانی بود به نام رستمی، اهل سبزوار بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. شهید رستمی بسیار بسیار پسر خوبی بود که من جزو چهره های فراموش نشدنی من در سپاه پاسداران، یکی این برادر عزیز هست. و این اون وقت فرمانده سپاه بود. از خصوصیات این جوان این بود که با ارتشی ها خیلی راحت کار میکردند و قاطی میشدند و زبون اینا رو میفهمید و زبونش میفهمیدند و ارتشی ها خیلی دوستش داشتن. بله، بعدم ایشون شهید شد. برای شد که بچه های سپاه برن به خورد واحدهای ارتشی، یعنی مثلا یک گردان ارتشی مثلا فرسون که 100 تام سپاهی رو داخل نیروهای خودش بکنه و بر استعداد خودش بیفزایه، که این بچه ها هم میتونستن بجنگن هم میتونستن روحیه بدن، چون شجاع بودند و فداکار بودند و پیشرو بودند و یک کارایی بالاتری به این واحدها میدادند. بنا شد که این نیروهای نظامی بودن، نیروهای سپاهی بودن، و اما نیروهای منامنظم هم یه تعداد بودن تو مشت مرحوم شهید چمران. اینا قرار بود جلوتر از همه برند و اون به اصطلاح خطشکنهای اولی اونها باشن. البته اونها تعدادشون خیلی هم زیاد نبود، اما خب یه فرماندهی مثل چمران مثلا داشتن که میتونست کارایی زیادی بهشون بده. این ترتیبی بود که ما دادیم و الحمدلله خیالمون راحت شد، گفتیم خب الحمدلله فردا صبح. و ساعت 3 هم به اصطلاح ساعت حمله، یعنی علی طلوع صبح روز 26 آبان ماه باشه این قرار شد. ما خوشحال برگشتیم به ستاد خودمون. من فوراً رفتم مرحوم چمران رو پیدا کردم و توجیهش کردم، گفتم قرار این شد این شد این شد، و خیلی هم خوشحال شد ایشون و قرار شد که دستور رو بنویسه اون آقای سرهنگ قاسمی که اون وقت فرمانده اون لشکر بود، بفرسته برای ستاد ما، چون قاعدتا دستور رو می‌نویسن به کلی سری و تو پاکت های لاکومور شده می‌فرستن برای همه واحدهای مشترک و درگیر که هر کسی وظیفه خودشو بدونه که چیه. ما آمدیم اونجا و نشستیم ساعتی صحبت کردیم و اون شب هم جز شب‌های خاطر انگیز منه. واقعا شب عجیبی بود اون شب. یادم میاد تو اتاق نشسته بودیم، من بودم و شهید چمران بود و سرهنگ سلیمی بود و شاید یه نفر دیگه، یک جوانی بود به نام اکبر که محافظ شهید چمران بود، یک پسر شجاع و خوشرویه متدین و یک جوان برازنده بود حق نام انسان، که فردای همون روز در کنار چمران شهید شد. اون جوان اونم می آمد و می رفت و من اصلا به چهره اون شب نگاه می کردم، می دیدم این صورت این جوان به نظر من امشب یه جلوه عجیبی داره و شاید همون واقعا نور شهادت بود که به این صورت در چشم ما جلوه می کرد. خیلی شب پر حادثه و خاطره برانگیزی است. قرار ما نشستیم صحبتمون کردیم تا ساعت مثلا فرض کنیم که 11-12، بعد رفتیم بخوابیم که صبح آماده باشیم برای حرکت. من رفتم تازه خوابم برده بود، دیدم شهید چمران اومده پشت در اتاق من و در میزنه محکم، فلانی فلانی پاشو. گفتم چی شده؟ گفت در به هم خورد. گفتم چطور؟ گفت بله، از دسفول خبر دادن که ما تیپ دوی لشکر 92 رو لازم داریم، نمیتونیم بدیم، در اختیار نمیذاریم. خب یعنی همون نیروی حمله ور اصلی دیگه وقتی این گرفته بشه، یعنی اصلا حمله به کلی تعطیل خواهد شد.
من خیلی براشفته شدم که چرا اینو این کارو میکنن، مثلا این معناش چیه، این جز اذیت کردن و ضربه زدن چیز دیگری نیستش که، آخه چرا این کارو میکنن. پا شدم و آمدیم تو اتاق و گفتم من یه تلفنی بکنم به فرمانده نیروهای دزفول. تلفن کردم، تیمسار زهیر نجات بود اون وقت اونجا، تلفن کردم به ایشون که چرا این دستور دادید و چرا این لشکر تیپ دو نیاد فردا وارد عملیات نشه. ایشون گفتش که دستور آقای بنی صدر و علت همین است که این تیپ رو برای کار دیگری ما میخواییم، آوردیم اهواز برای کار دیگری و اگر بیاد اینجا منهدم خواهد شد، چون ترس انهدام این تیپ است، این تیپ هم ما لازمش داریم، تیپ خیلی خوبیه، ما نمیخواییم اینو وارد عملیات فردا بکنیم. مگر به امر، مگر به امر یعنی این که دستور ویژه‌ای از طرف فرماندهی بیاد که برو. من گفتم نه این نمیشه، زیرا که این اولا تیپ چرا منهدم بشه، منهدم نخواهد شد، کمان که نشد و عملیات فردا نشون داد که تیم منهدم نشد. به علاوه شما برای چه کاری میخواید از سوسنگرد مهمتر؟ و اگر چنانچه این نیاد، عملیات سوسنگرد قطعا انجام نخواهد گرفت و نیامدن این یعنی تعطیل این عملیات و باید بیاد. به هر تقدیری هست شما چیز کنید، به آقای بنی صدر بگید و دستور رو لغو کنید و بیاد این تیپ، شکی در این نکنید که باید این کار انجام بگیره. خیلی قرص و محکم این رو گفتم. بعد هم مرحوم چمران اصرار داشت که با بنی صدر صحبت بشه، با خود بنی صدر. من حقیقتش ابا داشتم از اینکه با بنی صدر به مناقشه لفظی بیفتم، چون سرش هم نمیشد و بی خودی هم طور چیز میکرد و پشت سر هم میبافت و یه چیزی میگفت و ابا داشتم. گفتم شما صحبت کن. البته این فایده دیگرش این بود که مرحوم چمران وارد در مشکلات میشد. شهید چمران در این مشکلات وارد نبود هرگز، چون ایشون سرگرم کار بود در اهواز و داشت کار خودش رو میکرد. این مشکلاتی که ما در شورای عالی دفاع درگیر بودیم با بنی صدر، غالبا شهید چمران خبر از این مشکلات نداشت و موزیگری های بنی صدر رو نمیدونست. کمتر هم ایشون شرکت میکرد در شورای عالی دفاع، غالبا اون اوائل مقصد هیچ شرکت نمیکرد، خیلی کم. من دلم میخواست که خود ایشون مواجه بشه و ضمن نفس تازه‌ای هم بود که بنی صدر رو ممکن بود زیر فشار قرار بده. ایشون تلفن کرد، عین همین مطالب رو ایشون هم به بنی صدر گفت. بنی صدر هم گفت حالا ببینیم و یه قولکی داد، قول داد و گفت خیلی خوب، من دستور میدم که تیپ بیاد. یه چیزی که قویاً به کمک ما آمد پیغام مرحوم اشراقی بود که اینو من یادم رفت بگم که سر شب، همون شب اوائل شب بود، مرحوم اشراقی داماد امام از تهران با من تلفنی تماس گرفت و گفتش که امام فرمودند که پرسید که خبرها چیه فلانه. من گفتم که خبر اینه و قرار بر این هستش که فردای عملیاتی انجام بگیره. ظاهرا یک اظهار تردیدی من کرده بودم که من دغدغه دارم که ممکنه نشه، مگر اینکه امام یه دستوری بدن. ایشون رفت با امام تماس گرفت، اومد گفتش که امام فرمودن تا فردا بایستی سوسنگرد آزاد بشه و تیمسار فلاحی هم باید خودش مباشر عملیات باشه. این رو هم مخصوصا قید کرده بودن. البته تیمسار فلاحی میدونید اون وقت رئیس ستاد بود، یعنی جانشین رئیس ستاد بود، عملا در عملیات مسئولیتی نداشت و لازم نبود شرکت کنه. البته می اومد، غالبا بود، یه کارایی هم داشت و کارهای خوبی هم داشت و قوی هم کار میکرد، خدا رحمتش کنه، لکن خب مسئولیتی نداشت در عملیات، مسئولیت رو فرمانده نیرو زمینی داشت. من این رو که از مرحوم اشراقی گرفته بودم، چون شب بود، دیر وقت بود، ظاهرا شب بود، دیر بود، علت اینکه نگفته بودم باید این باشه قاعدتا که دیر وقت بود، نگفته بودم به اینا، یه شدم فکر کردم که حالا صبح هم بود، مثلا شب احتیاجی نیست که گفته بشه. وقتی که این مسئله پیش آمد دیدم آها، حالا وقتی این است که این پیغام ما الان برسونیم، نشستم دو تا نامه نوشتم، یکی ساعت 1:30 بعد از شب، یک ساعت 2. اونی که ساعت 1:30 نوشتم رو به آقای سرهنگ قاسمی، فرمانده نیروی، فرمانده لشکر 92 نوشتم و نوشتم که داماد حضرت امام از قول حضرت امام پیغام دادن که فردا بایستی حصر سوسنگرد شکسته بشه، سوسنگرد باز بشه و اینو، و اگر تیپ دو نباشه این کار عملی نخواهد شد. من این رو به تیمسار زهیر نجات گفتم و ایشون هم قول داده که صحبت بکنه با بنی صدر و تیپ بیاد، شما آماده باشید
که تیپ رو به کار بگیرید. البته تیپ اونجا بود لیکن باید بیش دستور میدادم بودم آماده باشید تیپ رو به کار بگیرید و نبادا که به خاطر پیغامی که اول شب به شما داده شده از دسپول شما تیپ رو از دور خارج کنید و از مجموعه کار. این نامه رو نوشتم ساعت 1:30 دادم به دست یک برادری از برادری که اونجا با ما بود، گفتم که اینو میبری اگر خواب بود سرنگ قاسمی از خواب بیدارش میکنی و این کاغذ بهش میدی؟ قطعا. یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمسار فلاحی، اون هم همین تفصیل رو یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرگرد فلاحی سرتیپ فلاحی هم بایستی در جریان باشه و نظارت بکنه و این ماجرا رو هم نوشتم که تیپ رو خواستن از دست ما بگیرن و گفتیم که باید باشه و مسئولیت برید دنبالش و این رو به کار بگیرید. حالا من البته مضمون این نامه ها رو همینطور اجمالا گفتم به شما، این نامه ها رو ما متاسفانه اون وقت ظاهرم فوتوکوپی چیزی هم برنامه و دادیم، احتمالا توی مدارک لشکر 92 باشه الان اگر چنانچه بگردن نگاه کنن این نامه ها هست. وقت هر دو نامه هم دادم به شهید چمران گفتم که شما یه چیزی بنویس که نظر هر دومون باشه، ایشون هم پای هر کدومی یک شرح دردمندانه ای میدونید ایشون خیلی ذوقی و عارفانه و یه چیز همچین دردمندانه ذوقی، من خیلی با لحن قرص و محکمی نوشته بودم اما ایشون دردمندانه نوشته حقا و دیدم که واقعا کسی بخونه نوشته مرحوم چمران رو دلش میسوزه اصلا که ما در چه وضعی بودیم اون روز. به هر حال گفتم که اینو بردن ساعت 2 هم اینو فرستادم برای آقای سرتیپ فلاحی و خب خاطرمون جمع شد که این کار انجام میگیره. اما در این حال دغدغه داشتیم، بارها اتفاق افتاده بود که کار تا لحظات آخر رسیده بود و بعد به دلیلی به دستوری داده شده بود تعطیل شده بود. این بود که دغدغه داشتیم. صبح زود که از خواب پا شدم من برای نماز در صدد برآمدم که ببینم وضع چجوری، دیدم نه الحمدلله وضع خوبه و شنیدم که ساعت نمیدونم چند نیروها یواشاش برنگردن نخیر قبل از 6 ساعت 5 ما بعد فهمیدیم که ساعت 5 تیپ 2 از خط عبور کرده. ترجمه می‌کنی یعنی ساعت 2 که شما نامه رو نوشته بودید همون آن مشغول شدن. بله یعنی ساعت 5 تیپ 2 از خط عبور کرده بود که اگر چون چه بنا بود دستور بنا به امر کار بکنن تا وقت اون آقا از خواب بیدار شه و بهش بگن و مشورت کنه و بالاخره به امری منتهی بشه اون هم ساعت 9 صادر میشد، ساعت 11 هم عمل میشد و هرگز انجام میشد منتها خب یه چیز ناموفق بی ربطی میشد، قطعا شکست میخوردیم. اینا ساعت 5 صبح که هوا هنوز تاریک بود اینا شروع کرده بودن به کار و از خط عبور کرده بودن، یعنی ساعت 4 شاید راه افتاده بودن مثلا شاید هم زودتر. به هر حال مرحوم چمران و اینها پاشدند و رفتند، من کار داشتم تو ستاد یه مقداری چند تا ملاقات داشتم، ملاقات هم انجام دادم، منم راه افتادم رفتم طرف جبهه منطقه عملیات. البته وقتی که رفتم اونجا دیدم بله شهید فلاحی هم رفته، ایشون هم زود رفته بود عبور کرده بود. صبح زود هم آقای چمران رفته بود هم آقای فلاحی رفته بود هم آقای قرضی رفته بود، قرضی هم صبح زود رفته بود اون جلو و اینا در خطوط مقدم و همون نزدیک های صحنه درگیری یا در خود صحنه درگیری حضور داشتن همشون. ما که رفتیم ساعت بود 9:30 و اینها بود، جنگ به دور افتاده بود و نیروهای ما پیش رفته بودن. یک ساعتی بعدش ساعت حدود 10:30 بود که آقای ظهیر نژاد هم سرتیپ ظهیر نژاد هم آمد و ایشون هم رفت جلو. همه مشغول بودن، ما میرفتیم که تو واحدها پیاده میشدیم، اولا واحدهای عقبه بعد واحدهای درگیر باشون صحبت میکردیم، احوالشون رو میپرسیدیم و از خبرها میپرسیدم. دائما گفته میشد که خبرها خوبه و پیش بینی میشد که ساعت 2:30 ما وارد سوسنگرد خواهیم شد. حدود ساعت شاید 1 بود که من آمدم برگشتم اهواز، میخواستم بیام تهران، کار داشتم برام بود بیام تهران. آمدم اهواز، اهواز که رسیدم خبر شدم که چمران مجروح شده. خیلی نگران شدم، چمران رو آوردن. قضیه اینجوری بوده که چمران و دو محافظش که یکی همون شهید اکبر باشه، اسم یعنی فامیل اکبر الان یادم نیست،
اینها مشغول جنگیدن بودن و تنها میمونن، تنها میمونن و میبندن اینها رو به رگبار عراقی ها. مرحوم چمران خودش میگفت بعدن، میگفتش من اون روز مثل ماهی میغلطیدم. آدم قویی بود، خیلی ورزیده بود در جنگ انفرادی، خیلی ورزیده بود. خودش تعبیرش میگفت مثل ماهی من اون روز میغلطیدم، اینجوری که این رگبارها بهش نخوره. یکی از محافظین ایشون هم که همراه ایشون بود، یه گوشه امنی پیدا کرده بود و سنگر گرفته بود، مخفی شده بود. اون یکی دیگه تفلک اکبر نتونسته بود خودش رو درست چیز کنه و شهید شد. در حالی که او شهید شده بود و پای چمران هم زخم خورده بود، یه کامیون عراقی از اونجا عبور میکنه. چمران میبینه خوب چیزیه این، تفنگو میکشه و این کامیون رو به رگبار میبنده. شوفر عراقی میفته میمیره و ایشون به کمک اون محافظش میاد سوار کامیون میشه و ایشون میفته عقب کامیون، محافظش کامیون رو میره میاد اهواز. یعنی شهید چمران مجرور رو از میدان جنگ با یه کامیون عراقی آوردن به محل. من رفتم حدود ساعت 2 بود تقریبا که رفتم تو بیمارستان، دیدم نه ماشاءالله حالش خوبه، منتها خب این جراحت رانش جراحت نسبتا کاری بود، 30-40 روزی هم ایشون رو انداخت و ایشون از اتاق عمل آوردن بیرون. تمام سفارشش این بود که تو رو خدا نگذارید که حمله از دور بیفته. هی به من و به سرنگ سلیمی التماس میگرد که تو رو خدا نگذارید که حمله از دور بیفته و حمله رو ادامه بدید. و همجورم بود الحمدلله ساعت 2:30 بچه های سوسنگر شدن مظفر و پیروز. از جمله کارهای شیرینی که اون روز شهید چمران کرده بود این بود که ما توی چیز داشتیم میرفتیم، توی همین محور عملیات داشتیم میرفتیم طرف جلو، یک مرد مسنی پیرمردی تقریبا با همین لباسای جنگای نامنظم آمد، یک کاغذ از چمران داد دست من، گفت اینو چمران نوشته. من نگاه کردم دیدم یک سفارشی کرده، یه چیزی نوشته به ایشون که اینو برو بده به فلانی بگو فلان کار انجام بگیره. فهمیدم اینه پی نخستیا فرستاده، یعنی فکر کرده پیرمرده اونجا ممکنه شهید بشه، هر چی کرده که برو نیومده. بعدم خود پیرمرد گفت هی چمران به من اصرار میکنه آقای چمران که من بیام، من گفتم نمیام، گفت پس این پیغام منو ببر. دیدین بله، دیده که گوش نمیکنه به حرفش، اینو نوشته داده دستش، گفته اینو ببر که چیز لازمیه. از مهلکه این پیرمرد رو ایشون نجات داده بود به این وسیله و به حمدالله اون روز ما وارد سوسنگر شدیم و سوسنگر فتح شد به برکت فداکاری هایی که برادرها کردن. البته بچه های جنگ های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید 1-2 کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن، خود شهید چمران هم که جلو بود. اما اون روز ارتش انصافا دلاوری کرد، همین تیپ 2 لشکر 92 و همچنین اون بخش دیگری که همون گروه باشن که خط رو داشتن و هم احتیاط او محسوب می‌شدن هم عقبه رو نگه داشته بودن، خیلی فداکاری کردن. بچه های سپاه هم که خب در داخل واحدهای ارتشی کار می‌کردن اون روز و این حادثه بزرگ و حماسه شیرین به حمدالله به وقوع پیدا. ضمن تشکر از شما که وقتتون رو دادین و خاطره هایی رو فرمودین که مجدد اون قهرمانی ها اون پیروزی ها یادآوری شد، و ضمن تشکر از بینندگان عزیز و به امید پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه‌های حق علیه باطل و با آرزوی طول عمر برای امام امت و سلامتی و طول عمر برای بقیه مسلمینی که در خدمت اسلام هستند و همینطور مسئولین محترم جمهوری اسلامی، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. تشکر.